سرخط خبرها، جوان در کاپیسا مادرش را با ضربات چاقو به قتل رساند. سفارت افغانستان در تاجیکستان، طالبان دین و عنعنات افغانان را نابود کردند. 6 پناهجوی افغان در کانال مانش جان باختند. بالاخره طالبان از اولین ولایت شمالی رفتنی شدند. مشروع خبرها، مسئولان محلی طالبان در کاپیسا میگویند که یک زن 55 ساله در این ولایت از سوی پسرش توسط چاقو در نخست زخمی و سپس در شفاخانه جان باخته. از دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیت طالبان در کاپیسا گفته که این رویداد در روستای کشکتان ولسوالی حصه دوم این ولایت رخ داده است. عامل این رویداد که سعید آجا نام دارد، به دستور پدرش از سوی برادر خردسانش با شلیک تفنگ شکاری زخمی شده است. بر گفته دفتر مطبوعاتی قماندانی کاپیسا، سعید جان از سوی طالبان بازداشت، اما برادرش پس از رویداد از ساحه فرار کرده است. مسئولان ملی طالبان در مورد انگیزه این رویداد چیزی نگفته است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، عقوبت جرایم جنایی و خشونت‌های خانوادگی به دلیل فقر و تنگدستی به گونه بی‌بشینه‌ای افزایش یافته است. سفارت افغانستان در تاجیکستان، طالبان دین و عنعنات افغانان را نابود کردند. سفارت افغانستان در تاجیکستان به مناسبت 15 اگست، دومین سال روز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، میگویند که این گروه دین، عنعنات و تعامل صمیمانه مردم افغانستان را از بین بردند. سفارت افغانستان در شهر دوشنبه در اعلامیه گفته است که رژیم طالبان در پی سوی مدیریت شماری از رهبران جمهوریت و خوشباوری آنان بر تعهدات حامیان غربیشان دوباره بر افغانستان مسلط شدند. در اعلامیه این سفارت آمده است: دین، عنعنات، نهادهای اجتماعی و مردمی با حاکمیت جاهلانه طالبان همه و همه یا در معرض نیست شدن قرار گرفتند و یا هم مانند تعریف و برداشت طالب از شریعت اسلامی به صورت وحشتناک دستکاری شدند. در این اعلامیه همچنان آمده است که با تداوم حاکمیت این گروه، اتحاد اقوام، مذاهب، زبانها و فرهنگها با خطر واقعی و نابودکننده مواجه شدند. سفارت افغانستان در دوشنبه تصریح کرده است کشتار نظامیان، شکنجه و شیانه افراد ملکی در ملای عام، بسته شدن مکاتب برای دختران، ممانعت غیر موجه و ضد انسانی زنان از هم حقوق ابتدایی مانند کار و تحصیل، فروپاشی نظام اداری کشور، پاگذاشتن و بی‌حرمتی به ارزش‌ها، تحقیر بزرگان قومی و در نهایت مستولی شدن جهالت زیر نام تطبیق شریعت از مؤلفه‌های بحران آفریده شده توسط طالب است. 6 پناهجوی افغان در کانال مانش جان باختند. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که در نتیجه غرق شدن یک قایق در کانال مانش 6 پناهجوی افغان جان باختند و 2 تن دیگر ناپدید شدند. رویترز به نقل از مقام‌های فرانسوی گزارش دادند که این قایق حدود 60 سرنشین داشت که بیشتر آنان پناهجویان افغان بودند. فرانک دهریسیان، شهردار محلی فرانسه، گفته است این پناهجویان می‌خواستند از کانال مانش وارد بریتانیا شوند. رسانه افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد. جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گوید در حمله بر قرارگاه طالبان در خوست بغلان به این گروه تلفات وارد کرده است. این جبهه آمار مشخص از تلفات ارائه نکرد، اما با استناد به منابع مردمی گفت طالبان اجساد و زخمیان خود را از محل بیرون کردند. این در حالی است که جبهه آزادی در یک اعلامیه خود گفته بود که در حمله بر گارنیزون طالبان در پلخمری 2 عضو این گروه را کشتیم. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در حمله بر گارنیزون طالبان در منطقه پل معدن شهر پلخمری ولایت بغلان 2 عضو طالبان را کشته و 4 عضو دیگر این گروه را زخمی کرده است. این جبهه همچنین ویدئویی را منتشر کرده که انفجار در تاریکی شب را نشان می‌دهد. این ویدیو در تاریکی شب تصویربرداری شده و امکان تشخیص محل رویداد برای بیننده ممکن است. با این حال در خبرنامه جبهه آزادی آمده است که این حمله ساعت 11:40 دقیقه در گارنیزون طالبان در پل خمری اتفاق افتاده است. بر اساس خبرنامه در این حمله بر رزمندگان جبهه آزادی آسیبی نرسیده است. مقامات طالبان هنوز درباره این ادعاها واکنش نشان نداده است. جبهه آزادی نیز گفته بود در عملیات اپراتیفی در پل سرخ کابل 5 عضو طالبان را کشته و 2 عضو دیگر را زخمی کرده است. همزمان منابع محلی در غرب کابل از شنیدن صدای انفجار و تیراندازی در این منطقه خبر دادند. واکنش‌هایتان به اظهارات اخیر زلمه خلیزاد که عملکرد طالبان را مثبت و منفی خوانده است. اظهارات اخیر زلمه خلیزاد با تلویزیون افغانستان انترنشنال که گفته است حکمرانی طالبان جنبه‌های مثبت و منفی دارد، با واکنش شمار از مقامات جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مواجه شده است.
با آنکه طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته زنان و دختران را به طور گسترده از کار، تحصیل و فعالیت‌های مدنی و سیاسی محروم کرده، خلیل‌زاد در این مصاحبه گفته است هنوز قبل از وقت است که در مورد اعمال این گروه نتیجه گیری کرد. با گفته خلیل‌زاد پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، افغان‌ها به نسبت گذشته حالا کمتر کشته می‌شوند. مردم از جنگ خسته شده بودند و آمریکا هم از کشتن افغان‌ها خسته شده بود. اما این مقام پیشین ایالات متحده در مورد این که کدام گروه نظامیان و غیر نظامیان را در افغانستان هدف عملات مرگبار قرار می‌داد تفسیر نکرده است. واکنش‌ها. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که ماموریت خلیل‌زاد در جریان دو دهه پس از سقوط دور نخست حاکمیت طالبان به شمول مذاکرات دوحه به ناکامی انجامید و حال مانند گذشته هنوز هم تلاش میکند در افغانستان به عریقه قدرت تکیه بزند. معنوی در پیام نوشته است خلیل‌زاد به خوبی میداند که طالب اهل حکومتداری نیست و هرگز به یک سال واقعی تن نخواهد داد، اما شاید تصورش بر این بود که در تلاطم اوضاع یک بار دیگر برای شخص او فرصت بخت آزمایی مساعد خواهد شد. این بار نیز تیرش به خاک خورد و به هدف نرسید، اما متاسفانه یک ملت را به بدبختی کشاند. تاریخ در رابطه با او و امثالش که مرتکب فجایع نابخشودنی شدند قضاوت خواهد کرد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه اکس خود که در گذشته تویتر نامیده میشد به اظهارات خلیل‌زاد واکنش نشان داد و ادعا کرده است که نماینده پیشین افغانستان حالا به مشاور طالبان مبدل شده است. صالح در این پیام اکس گفته است در ارتباط به نقش خلیل‌زاد باید گفت که او بارها خود را در احساس و عاطفه افغان و در ماموریت و تابعیت آمریکایی میدانست. با انجام امضای توافق دوحه و ائتلاف با طالب و واگذاری افغانستان به این گروه نیابتی وزیر ملی، خلیل‌زاد ثابت ساخت که چیز زیر اسم مهر وطن در حداقل آن نیز در وجود و ذهنش نیست و برای بازنشستگی پراید بر گلوی زادگاهش پای رالپندی را گذاشت. معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که حالا در خارج از کشور به سر میبرد در ادامه این پیام گفته است او خلیل‌زاد که اکنون به مشاور دستگاه تعصب جهالت طالب از طریق دنیای مجازی تقلیل یافته است، تلاش برای توجیه کار ننگینش دارد. به یقین آدمهای فاقد اعتماد به نفس و فاقد اعتماد به ایجاد اراده همگانی وجود خواهند داشت که به حرف این و آن شایعات گوش دهند، اما مسیر مبارزه معلوم گردیده. طالب نابود شدنی است انشالله. خلیل‌زاد در بخش از مصاحبهش با افغانستان اینترنشنال همچنان از مقامات حکومت پیشین خواسته است که دوباره به افغانستان برگردند، زیرا طالبان عمومی اعلام کردند و خطاب به شخصیت‌های زیر طالبان گفته است که بار دیگر منتظر مداخله کشورهای جهان نباشند. او گفت اگر اینها فکر کنند که دنیا میآید و طالبان را از بین میبرد، باز اینها را دعوت میکند. برای هر کدامشان امنیت میدهد. آمریکایی‌ها همراه تفنگ همراهشان این طرف آن طرف میروند. این روزها گذشت. ملک ستیز یکی از تحلیلگران سیاسی به این باور است که خلیل‌زاد بازداشت‌ترین الفاظ رهبران سیاسی فراری را تحقیق کرد. برخی دولت‌ها به چهره‌های فاقد مورال و اخلاق نیاز دارند تا آنها را مانند دستمال برای پاکاری کثافت‌های برجامانده استفاده کنند، در عوض به آنها امتیاز و اقتدار سیاسی می‌دهند. خلیل‌زاد بهترین نمونه از این دسته است. مسلم شیرزاد تحلیلگر سیاسی در صفحه اکسش گفته از ظلمه خلیل‌زاد به جای لابی به جهالت از کارنامه ننگین خودش توافق دوحه از مردم افغانستان به ویژه زنان مذرت بخواهد. خلیل‌زاد میتواند با همسرش شیرل و پسران مکس و الکس به کابل رفته و نماینده طالبان در امور امریکا شود. محمد حلیم فدایی مقام حکومت پیشین افغانستان خطاب به خلیل‌زاد گفته شما که قرارداد مرموز چالش برانگیز و سری را در دوحه امضا کردید، نه تنها افغانها بلکه هیچ کشور متمدن در جهان پس از این به شما اعتماد نخواهد کرد. فدایی گفته است که در کنار بدبخت کردن افغانستان، خلیل‌زاد جایگاه و منزلت آمریکا را نیز به صفر رساند و دوستی جدید را که با طالبان شروع کرده است به زودی پشیمان خواهد شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش. خدا نگهدارتان.